درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران. با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. سراسر ایران از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب قلقل است. بچه ها، نوجوانان، جوانان، دختر خانوما، آقا پسرا، زنان و مردان ایران کشور رو دارن به دست میگیرن. طبیعتا فرقه تبهکاران به اتفاق عواملش ساکت نمیشینن، شایع پراکنی میکنن، عواملشون رو میارن جلو دوربینا در داخل و در خارج از کشور که روحیه شما رو تضعیف کنن. ملت بزرگ ایران، ملت قهرمان ایران، ملت مبارز ایران، همیهنان عزیز من، خانم ها و آقایون، تمنا میکنم که از این لحظه به بعد حواستون رو کاملا
متمرکز کنید رو انقلابتون، تو حاشیه نرید و اجازه ندید هیچ چیزی باعث تضعیف روحیتون بشه. حرکتی که آغاز کردید مسیر طبیعی خودشو داره طی میکنه. به هیچ گونه از مزخرفاتی که در خارج از کشور داره گفته میشه آقا خشونت نکنید، آقا نزنید، آقا اله نکنید، آقا بله نکنید، اصلا و ابدا به هیچی گوش نکنید، کارتونو بکنید. در همین اول برنامه حضورتون عرض میکنم بزنیدشون، به هیچ کدومشون رحم نکنید، به هیچ کدام از نیروهای سرکوبگر فرقه تبهکاران در هر لباسی، به اسم لباس شخصی، به اسم بسیجی، به اسم پاسدار، به اسم نیروی انتظامی، به اسم نظامی، به هر اسمی، هر کس در برابر شما نوجوانان و جوانان ایران ایستاد، رحم بهش نکنید. ما رو نامردی زدند، نامردی بزنیدشون. یاد بگیرید با نامرد نامرد برخورد کنید، با نامرد باید نامردی برخورد کرد. رحم بهشون نکنید، به این عیز و ناله هاشون گوش نکنید. هرچی گریه کردن بیشتر بزنیدشون، هرچی عیز و ناله کردن بیشتر بزنیدشون، انقدر بزنیدشون تا بیان و سلاح رو به شما تحویل بدن. اون لباسی که تنشونه، اون سلاحی که در دستشونه، اون حقوقی که میگیرن حق و حقوق توی دختر ایرونیه، تو پسر ایرونیه، تو بچه ایرونیه. نذارید حق و حقوقتون رو بخورن و خوردن 43 سال. امون بهشون ندید، از پشت بزنیدشون، از بغل بزنیدشون، فقط بزنیدشون. چون 43 ساله دارن ما رو میزنن، 43 ساله به مال و جان و ناموس و به هستی ما، به هر آنچه که داشتیم تجاوز کردن. 43 سال نوجوانان و جوانان مملکت، زنان و مردان شریف ایران رو بردن تو زندان ها، تجاوز کردن، ناخون کشیدن، از بیزه آویزون کردن، از موی سر آویزون کردن، آنقدر شلاق زدن که تن مردم، تن زندانیان باز شد، ترک خورد، شیشه خورد کردن، ریختن جلوی دستشویی تو راه رو، کاری کردن کسی که میخواست بره سر قبر امام باید از اون شیشه خورده ها میرفت. یادتون نره چه بلاهایی سرتون آوردن. شماها رو کردن تو سطل آشغال. ناموستون رو ازتون گرفتن، شرفتون رو گرفتن، بچه هاتون رو بردن کردن بچه غلام. زنان و دختران ایران در تایلند، هند، پاکستان، افغانستان، کشورهای شیوخ منطقه، ترکیه، تا بوزنین هرزگوین، تا همین آلمان، تو هلند، تو سوئد به فحشا کشیدن. مردان ایرانی رو به مواد فروشی، به شرف فروشی وادار کردن. جمهوری اشغالگر اسلامی، یک حکومت دست نشانده دولت انگلیس با حمایت حزب دموکرات امریکاست، در برابر شما دشمن ایستاده، با زبان دشمن باید با زبان دشمن برخورد کرد. بزنیدشون، رحم بهشون نکنید. اگر برادرت، اگر رفیقت، اگر پدرت، اگر هر کس بغل دستت ایستا گفت نه دیگه بستش نزن، بزنید تو دهنش. یادتون نره که بچه های سن و سال شما الان تو زندان ها. حالا اینا رو گفتم اول برنامه، خوب گوش کنید. من دارم حرکت شما رو تعقیب میکنم، نه من، همه ما. ما از بیرون داریم حرکت شماها رو میبینیم، داریم میبینیم که چگونه دارید حرکت میکنید. تا الان عالی بوده، درود به شرفتون. بچه های تهران دمتون گرم، دست مریضان ایوالله، راست راستی دمتون گرم، ایول دارید همتون، آفرین. من گفتم بچه های تهران دیگه مردن، لوتیگری مرد، غیرت مرد، شرف مرد، بچه های تهران همه معتاد شدن، بیناموز شدن. دمتون گرم، نشون دادید هنوز بچه های تهران رو پاشونن. هنوز که هنوزه بچه تهران میتونه 5 نفر رو بخوابونه. بچه های مشهد، بچه های خراسون، دم شرفتون گرم، دم غیرتتون گرم. ابو مسلم رو زنده کردید، درود به شرفتون، آفرین. بچه های مازندران، آمل، بابل، گل کاشتید، گل کاشتید. بچه های گیلان، دمتون گرم، دمتون گرم، عالیه.
دم بچه های رشت، باریکلا بندر پهلوی، باریکلا به هشتفر، باریکلا به آسترا، همه شهرها بلند شدن. آذربایجان کم داری کار میکنی، من هندونه زیر بغل کسی نمیذارم. آذربایجان داری کم کار میکنی، خیلی کم کار میکنی، خرجتو داری سوا میکنی آذربایجان. من بدون تعارف با تون حرف میزنم. کردستان عالی داری کار میکنی، بچه های بوکان، سردشت، سقز، بانه، بیجار، آفرین. من گفتم بیجار دیگه مرده، آفرین به سنندج. بچه های کرمانشاه ساکت شدین، پهلوان های کرمانشاه ساکت شدین، دو سه روز خبری ازتون نیست. کجایید؟ کجان پهلوان های کرمانشاه؟ کجایید؟ نیستید. کرمانشاهان باید آتش بزنه اون منطقه رو. همدان عالیه، بعد از تهران الان همدان عالی داره کار میکنه. باریکلا به بچه های حشمتانه، باریکلا به غیرت و شرفتون، دم همتون گرم، آفرین. لرستان تکون بخور، ساکتی. لرستان ساکت نشستی، تکون بخور. خرم آباد تکون بخور، 5 دقیقه تو خیابونا نه. لرستان رو باید آزاد کنید از دست این بیناموسا. استان مرکزی خوب داره کار میکنه، باریکلا به عراق خوب دارین کار میکنید، آفرین. باریکلا به استان سمنان بسیار عالی دارید کار میکنید، باریکلا بچه های سمنون خیلی قشنگ. کاشان آفرین، بسیار عالی دارید میری جلو، خیلی دمتون گرم. قزوین بسیار عالی، سومین شهری که داره میترکونه، دم بچه های قزوین گرم، آفرین، درود به شرفتون. خوزستان ساکته، استان فارس ساکته، زیاد تکون نخورده استان فارس. اصفهان باریکلا، آفرین، بسیار عالی داره کار میکنه اصفهان. بچه های هرمزگان مخصوصا بندر عباس، درود به شرفتون بچه های بندر عباس، آفرین، آفرین به بچه ها در قشم، در کیش، درود به شرفتون، عالیه، دمتون گرم. ای والله تنگه ی هرمز رو خوب نگه داشتین، باریکلا، مرز رو نگه دارید این بیناموسا در نرن، همشون دارن میزنن به چاک، حواستون باشه. مرز بانان ایران حواستون باشه، زمینی، دریایی، هوایی، این بیناموسا در رفتن بگیریشون با چک و لگت برشون گردونید، حواستون باشه. بچه های کرمان عالی دارید کار میکنید، باریکلا. یزد خوبه، باریکلا به بچه های یزد. ایلام آفرین، خیلی قشنگ دارید میرید جلو، باریکلا به بچه های ایلام. کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال بختیاری، اون منطقه رو من ناراضیم. منطقه ای که یاسوج و شهر کرد همش تو میدون بودین تا 2-3 ماه پیش، الان نمیدونم چرا ساکتید، نمیدونم چتون شده، نمیدونم چرا تو چرتید. یاسوج و شهر کرد چرا تو چرته؟ خرم آباد، علی گودرز چرا تو چرته؟ کجا بچه های بختیاری؟ بلند شید و دفاع کنید از مرزهای کشور، از کشورتون. یادتون نره اسعد بختیاری، یادتون نره بانو بی بی مریم بختیاری، یادتون نره ها، اونا ایران رو نجات دادن. بنابراین یه لرستان، یه آذربایجان، یه تکون مشتی بدین کار رو تموم کنین. خب لرستان و آذربایجان، خوزستان هم یه تکونی به خودش بده، و استان فارس، شیراز کم کارید، کردید ولی کمه، کمه. آفرین به تهران. همه تون به من چی میگفتی؟ من حرفمو میزنم، رو درواسی هم با تون هرم. از شهرستان یادتون میاد بچه های شیراز، اهواز، آبادان، خرمشهر، دسفول، همین لرستان، بچه های خرم‌آباد، از آذربایجان به خصوص، به خصوص بچه های تبریز. به من چی میگفتی تو تلگرام؟ آقا به بچه های تهران، به بچه های شهرتون بگو بیا تو خیابونا، تهرانو دارن آتیش میزنن. نارمک، تمام محله های من غرب تهران، خیابون شاه، میدون 24 اسفند، میدون شهیار، کار کشید به امیرآباد، رسیده به گیشا، از این طرف به عباس آباد، یوسف آباد، رسیده به چهارراه کالج. بچه ها دارن میرن به سمت خیابون پهلوی. صدا و سیمای طویله اسلامی رو ارتش بردن اونجا رو نگه داشتن که بچه ها صدا و سیما رو نگیرن. ولی بچه ها رادیو یادتون نره، رادیو باید هفته آینده تو دست بچه های تهران باشه. خوب گوش کنی بهتون چی میگن. پس تبریزی ها، آذربایجانی ها، لورا، بچه های تهران بلند شدن،
بچه های خراسان بلند شدن، مشهد داره عالی کار میکنه، همدان داره عالی کار میکنه، قزوین عالی کار میکنه، باریکلا به زنجان، زنجان قشنگ داره کار میکنه، عراق قشنگ داره کار میکنه، کاشان نسبت به تبریز شهر کوچیکه، کاشان آتیش به آتیش کشیدن بچه های امیر بزرگ. چرا ساکت نشستین تو آذربایجان؟ نصف جمعیت اون مملکت آذریه، تو همون تهران نصف تهرونی ها آذریان، چرا ساکت نشستید؟ چرا آذربایجان تکون نمیخوره؟ این چیه میان تو خیابون انجیری قرتی بازی شعار میدید و چهار نفر آدم؟ تبریز رو باید در عرض 200 از دست جمهوری اسلامی باز پس بگیرید. یادتون که نرفته ستارخان و باقرخان چیکار کردن؟ با تفنگ واسدن جلو توپ ارتش روسیه. ای بابا تکون بخورید، تکون بخورید، بچه ها منتظرم. کار زیاد داریم، خیلی کار داریم. جناب مهندس یک و دو رو لطف و محبت بفرمایید، دستتون درد نکنه. خیابونا رو هم خلوت نذاری یا نشینی پای تلویزیون، برنامه رو بعدا تو کانال میذارم برید نگاه کنید. خیابونا رو خلوت نذاری. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. من امشب کم صحبت میکنم به خاطری که خیلی خیلی ویدیو اومده، تون تون باید اینا پخش بشه که نگاه کنید، دارید گل میکارید. دمتون گرم، درود به شرف دخترها و پسرهای ایرانی. اینقدر بین خودتون چیز نزنی، انقلاب زنان است، انقلاب زنان مردونه، مگه همون زنان مردونه است؟ این انقلاب ملت ایران، این رستاخیز شماهاست. به پرت و پلای یه مش آدم احمق گوش نکنید خارج و داخل کشور. انقلاب ملت ایرانه، این انقلابه، این انقلاب ملت ایرانه، ملت به گروگان گرفته شده ایرانه. به این مزخرفات هم گوش نکنی. در ضمن بعد برنامه من، بعد پایان برنامه، یه برنامه ویژه‌ای هست برای پریای عزیز، زنده یاد، روان شاد، که من نمیدونم چجوری بگم. امروز تولد جناب آقای وطنخواه عزیزه و حقیقت بگم من از صمیم قلب تبریک میگم تولد ایشون که متاسفانه مصادف میشه با سال روز درگذشت پریای عزیز. روان شاد. اما این بدان معنا نیست که به هر حال این مرد که گناهی نکرده، این اتفاق افتاده. از سوی همه میهن پرستان با شادی، با لبخند تبریک میگم تولد جناب آریان وطنخواه و براشون آرزوی سلامتی میکنم. 120 سال عمر کنن، نه از این تعارفای شابدالعظمی علکی. و از سوی همه میهن پرستان آقای وطنخواه خیلی ازتون سپاسگزاریم.
دست گلتون درد نکنه، جای خواهر گلتون هم به هر حال سبز و هرچی به هر حال تولدتونه، دست گلتون درد نکنه. زحمت کشیدید، بیش از 10 سال دارید این سنگر رو با هزاری حداقل یه ذره، شما من میدونم که شما دارید چی میکشید. به هر حال خیلی ازتون ممنونیم، امیدوارم که سایه شما هم بالای سر این تلویزیون باشه، بالای سر این مبارزه باشه و جشن تولدتون هم مبارک. دل همه ما هم با پریاس، روانش هم شاد، بانوی مبارزی که تا روز آخر ایستاد و گفت لعنت به خمینی، مرگ بر جمهوری اسلامی جاوید شاه، درود به شرفش. بعد این برنامه یه برنامه ویژه آقای سیاوش عزیز، مثل همیشه زحمت کشیدن، حالا با همین امکاناتی که داریم این برنامه رو تهیه کردم، پیشنهاد میکنم حتما نگاه کنی. جناب مهندس 3 4 5 6 دست گل درد نکنه، 3 4 5 6 نگاه کنید بچه ها، گل کاشتید، دمتون گرد، دمتون گرد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خانم ها آقایونی که لطف میکنید الان زنگ میزنید برای همیاری، خواهش میکنم یه مقداری کوتاه فقط صحبت کنید، چون آقا سیاوش گل ما دست تناست، تا میتونید کمک برسونید، سوخت برسونید. تنها سنگریه که الان بچه ها فقط چشمشون به این سنگره، سوخت رو برسونید، از شکمتون هم شده بزنید، دست و پنجهتون درد نکنه، جای دوری نمیره، بچه ها بسیدن جلو گلوله، دمتون گرم. ما که حالا خواستید کاری ازتون بر نمیاد دیگه، من فقط میام حرف میزنم، شما هم حال بدید دیگه، دست پنجهتون هم درد نکنه، ان شاءالله که همیشه سفرتون
پر از نون باشه. کمک کنید به این بچه ها. تا الان نزدیک 30-40 تا از بچه های مردم رو زدن این بیناموس ها کشتن. یکی دوتا مطلب میگم قشن حواستون رو بدید به من. این معصوم قومیه اومده میگه گیس ببرید. قدیمی ها از قدیم این مد بود، پدر مادرای ما بعضی موقع مخصوصا خانوما میشستن دوره هم میگفتن که ای عجب گیس بریده ایه، این چیز زشتیه دختر خانوما، این داره به زن ایرانی توهین میکنه، این بیناموس کثافت پهن فروش. گیس بریدگی چیز زشتیه، میشه زن بد. خب نمیخوام دیگه لغتشو قشم بهتون بگم، میشه مثل فائزه رفسنجانی، مثل خود همین میشه، چون خود این یک تنلش کثافتیه که غرق در لجن مالی و جنسیه. این مشکل داره، مشکل جنسی داره، در گوشتون گفتم این حالش خوش نیست. ما بچه تخسا میدونیم این چشه، این گیس بریدگی خوب نیست. که البته الان شنیدم یکی دو نفر خواستن این کار بکنن، مردم دخترها رو با چک و لگت تربیتش کردن. مادر حواستون به این دخترها باشه، این بی پدر و مادر کثافت. هروم لغمه اگه گیس بریدگی خود خوبه، پس چرا خود نمیری موهاتو بتراشی گیساتو ببری؟ کثافت در به داغونه چسونه، یک بلایی به سرتون بیاریم. فعلا رژیمتون داره میره، هروم لغمه اطلاعاتی کثافت. یکی اینه، یکی هم نرین تو بازی علی تایزیه. بابا این پخی نیست، این فقط میگه منم آدم حساب بکنید. این دوتا مأمور وزارت، مأمور حزب دموکرات امریکا، معصوم قمی، علی تجزیه. بابا به چه زبونی دیگه بهتون بگم؟ معصوم قمی، علی تجزیه، این امیرعباس شرماور، این سه رأس آشغال مأمورین حزب دموکرات امریکان حقوق میگیرن، اومدن فقط موی دماغ شدن، هیچ گوهی نیستند. و السلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله. حالا هی برین تو بازی این تنلشا، بابا اینا اصلا جرئت نمیکنن پاشون ایران بزنن. اوه من میرم ایران رهبر میشم، خفه بمیر، خفه بمیرید همتون تنلشای درب داغون چوسونه، مرد شور قیافتون رو که هر ستاییتون قیافتون رو من هر دفعه میبینم یه هفته غذا خوردن میفتم، مخصوصا این معصوم قومی، کثافت درب داغون چوسونه با اون صورتش عین یابو علفی شده، حیف یابو، یه مشتم آدم الاغ. آقا یا احمدی فعلا دوری بباگش میکنه، خفه بمیری، خفه بمیری، 4-5 سال اومدین تو دنیای مجازی واسه من شدین سیاسی، خفه بمیری. تلفن رو گرفتن دستشون، خیال میکنن حالا همه شدن چرچی. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید 7 و 8 و بعد عکس اعلیحضرت رو جناب مهندس حاضر کنید که این پیامی که لطف کرد به من دادید، این پیام این چیزو بخونم، خبر اعلیحضرت رو 7 و 8 لطف کنید جناب مهندس، دستتون درد نکنه. بچا زنگم بزنید. Hadi kan bijen. Yer taraf.
آریایی هستی، عرب نمی‌پرستی. آریایی هستی، عرب نمی‌پرستی. آریایی هستی، عرب نمی‌پرستی. آریایی هستی. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. آفرین به بچه ها در ساوه، در مرند. اینقدر شهرها زیاده، خدا رو شکر. به بعضی هاشو اگه نمیگم فراموش میکنم. الان نیستم یادم افتاد، بچه های گنبد کاووس کجایی؟ بچه های ترکمن کجایی شما؟ اصلا هیچ خبری ازتون نیست؟ بای بابا، مگه یادتون رفته گنبد کاووس رو چجوری به توپ بستنی بی پدر و مادر رو؟ بچهای بلوچ، سیستان و بلوچستان، نمیگم خبری نبوده، بوده، اما همچین قابل تیغ دراش نبود. تکون بخوره بلوچستان، بیشترین ضربات شماها خوردی، یعنی شما هم کم نخوردید از نسبت به کرداب و به خوزستان. پدرت استان سیستان برشون در آوردن، طلاها رو همه رو بردن خرج خودشون کردن. تکون بخورید. باری کلا بیرجند، آفرین، بیرجند هم تکون خورد. و بچهای اون منطقه بلند شین، کاشمر خوابه، تربت جامو تربت در یه خوابه، چیکار میکنی؟ کجایی؟ به داد ایران بیایید، تکون بخورید. جناب مهندس اگر تلفن تو تموم شد، عکس حاضر داری؟ عکس اعلیحضرتو که بذارید رو صفحه، من چیزو بخونم دست درد نکنه. خانم آقایون، اینو جناب مهندس لطف کردن. بچه ها همین الان من گذاشتم توی کانال تلگرام خودم، چون اینقدر سرم شلوغه دیگه چیز نبود. به هر حال تو کانال تلگرامه، نگاه کنید. اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی، بعد نشستن یه موش آدمه. آخه آدم چی بگه به خدا؟ اوه مریم رجبی، یارو احمق. اعلیحضرت شما تیپ این مرد نگاه کن، بره بشه بغل ننه مریم. آقا میترسیم چیه این یارو مریم لچک ها؟ الان گفت مریم لچک کیه؟ این کیه؟ خاک پای روی کفش مرد تمام کمپوزیسیونو میخره آزاد میکنه، خاک رو کفشش. حالا بذاریم واسه تون بخونم. مومنت. امروز اعلیحضرت میفرمایند در کانال تلگرامشون که من منتقل کردم، مثل همیشه تو کانال تلگرام خودم، امروز با هیئتی از پارلمان اروپا ملاقات کردم. یعنی اونا اومدن اعلیحضرت رو دیدن، این خیلی معنا داره. خاک بر اون سرت کنن لگن فروش دوست، دیگه کسی دم دستم نبود. امروز با هیئتی از پارلمان اروپا ملاقات کردم تا درباره اعتراضات جاری ایران و اینکه چگونه غرب میتواند و باید به ملت ایران که شجاعانه برای آزادی مبارزه میکنند کمک کند. خب انقلاب ایران نیازمند حمایت بین المللی است. خواسته هایم از هیئت اروپایی، این جمله خیلی مهمه ها، خواسته هایم، شاهنشاه ایران خواسته هاشون رو بیان فرمودند. یک، حمایت مستقیم و فوری از اعتراضات ایران. دو، پشتیبانی شرکت های فناوری اروپا برای ارائه اینترنت و ویپن ان. ما به این میگیم فاپن. حالا
همون اینترنتی که میچرخه. سه، اعمال تحریم های ماگنیتسکی، من نمیدونم یعنی چی، فکر کنم یعنی تحریم های سنگین. به هر حال اروپا علیه مقامات رژیم. چهار، فراخواندن سفیران اروپا از ایران در اعتراض به سرکوب فزاینده و در همبستگی با مردم. خلاصه و مفید، یعنی مردم ایران رو حمایت بکنید. این مردم اینترنت میخوان، اینا رو باید تحریمشون بکنی. این پولا رو بر ندارن از اینجا بدزدن ببرن، پاسداراشون رو تحریم کنی، نیروهای تروریستشون رو تحریم بکنی، به ملت ایران کمک بکنی، تبلیغ بکنی، حمایت بکن از مردم ایران. این سفیرای مردشور بردتونه که مردشور قیافه همشون رو ببرن، این سفیراتون هم از اون مملکت بخواین. کور که نیست، خبر مرگتون داریم میدن چه بلای سر مملکت میارن. نشستن حال میکنید، شاهانه نشسته، اونا هم نشستن گوش به فرمان شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه تمام پادشاهان جهان. ابهت نگاه، عظمت نگاه، آدم نگاه میکنه 500 متر میره رو قدش، بعد به ننه مریم اون یارو احمق مطرب معتاد بیشور میگه ننه مریم بیاد بشینه بغل راست، خفه بمیرید همتون، دست درد نکنه جناب مهندس. بیشورا بیشور نیستن، مزدورن، مزدورن. وقتی من بهتون میگم اینا مزدورن، مزدورن، همشون مزدورن. بی شرف 43 سال اومدی خارج از کشور، فقط داری اراجی واسه مردم میخونی، همش یا زلزله یا فاجعه یا زندون یا زیر پل یا به تیر غیب، همش داره ملت ایرانو بگیره. 50 سال مردی که ملت ایرانو به گریه داره میندازه، بعد حالا اومده، حالا چه زبونی هم وا کرده، چه زبونی هم وا کرده. خدا برکت بده تخم مرغ‌ها انگلیسی میگن، انگلیسا تخم خورن. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید شماره 9 10 9 10 و لطف و محبت بفرمایید 9 10 11. دست در، آره 9 10 11، دست درد نکنه. عظمت علازات دیدی آدم حال میکنه. دست درد نکن جامعه سیاشی گرامی. بچه های مردم تو کرمان عکس قاسم بچه کش تیکه پاره کردن، تو شهرهای دیگه هم همینطور. آفرین به بچه های شهر سوار، دمتون گرم، آفرین. مردی که کسافت قاتل بی پدر و مادر کسیف زاده تخم عجم، تخم عرب، تازی کسافت پاشده رفته نیویورک، بعد عکس مردی که قاسم بچه کش، ببین دنیا دیگه چقدر افتضاح شده. آقا من میگم اون تویله است، سازمان ملل نیست، تویله است. بری تو اون تویله عکس یه تروریستی که باعث قتل کلی بچه شده تو خاورمیانه، کلی بچه عراقی و بچه سوریه‌ای و بچه ایرانی و
بچه 16-17 ساله، بچه های افغانی، کلی قاسم بچه کش، بچه کشه، هم بچه باز بود هم بچه کشه، مثل همه آخونده بود، یارو توسی بود، کی بود بی پدر و مادر؟ بعد مهدی رفته عکس قاسم بچه کشو گرفته دستش، هیچ کی هم نی بهش بگه آخه مردی که تو اصلا کدوم بی‌ناموسی تو رو به عنوان قاتل را داده اومده تو این طویله، بابا طویله است. بعد وقتی میخوام برگردم برن ایران، فیلمش برای من اومده بی پدر و مادر، دو تا کامیون 18 چرخ، دروغ نمیگم ها، فیلمش هست، دو تا کامیون 18 چرخ فقط داره با خودش سوغات میبره، چمدون نه چمدون چیه، 3-4 متر طولشه، پر کردم تو نیویورک دارم و هم دارم میبرن ایران. بابا ملت خیابونا رو ول نکنید ها، نگید ما رهبر نداریم ها، اعلی حضرت دیدید ها، اگر این جنبشتون بخوابه، این رستاخیز بخوابه، نیاین به من بگید آقا احمدی چون رهبر نداشتیم ورم قلوه گرفتیم نتونستیم کاری بکنیم، چون هیچ کس حمایت نکرد، هیچ که قرار نیست حمایت بکنه ها، ایران آریایی 24 ساعته، این آقای سیاوش اینجا 24 ساعته نشسته داره فیلماتون رو پخش میکنه، تمام بچه اینجا دارن زحمت میکشن ها، در ایتالیا، در هلند، در آلمان، در انگلیس بچه های ایرانی تظاهرات دارن و وقتش نیست، یه دونه شو به عنوان نمونه اگه وقت باشه میشم نشون تو بدم، در ضمن در بیرمنگام انگلیس که برای من پیام میدین اونا همشون کنفدراسیونی هن، نرین جز اونا، انگلیس همشون کنفدراسیونی هن، اونا که تو بیرمنگام، تو منچستر، تو لیورپول، اینا همشون تخم و ترکه های توده ای ها هستن، یه سری فقط بچه میان پرست هستش توی لندن، بقیه رو ول معطلی، شما رفتین اونجا بعد میگه آقا اینا چرا جاوید شاه نمیگن، یارو توده ایه، اصلا فراموش کنید اون طویله جزیره رو. زو جناب مهندس بریم تو 12 و 13 و 14، دست درد نکنه، 12 13 14 نگاه کنید، گل کاشتید، باریکلا باریکلا، آفرین. چقدرم زیادن ماشاءالله، یه هفته دارن تبلیغ میکنن واسه این راهپیمایی، ببین چه جمعیت پرشکوهی اومده، کارتون تمومه. مزدورا رو شناسایی کنید، خوب دارید آتو دست ملت میدید، وقت انتقام نزدیکه،
شهبان اعلی حضرت آماده چی که میخواید بیاد به کشور جبران میکنی فتنه 57. آقا هر چی اومد بیرون بزنید. آقا چی اومد خیلی کسی رو نرسه بیرون من برای ما رو آخر میگم بزنید. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بچه این صحنه های آخری رو سرتون همینطور نگه دارید و اسامی بچه ها رو بگم، خیلی مهمه. آقای امین با جاوید شاه $200، سپاس از شما آقای امین عزیز ما، شعار نویس، مواظب خودت هم باش، $20 دستت درد نکنه. شیر مازندران ایول $20، بچه های شیر مازندران ایولا کارتون درست بود، دمتون گرم. آمل، بابل، سادی، شاهی، بهشهر، گرگان گل کاشتید، دم همتون گرم، آفرین. کیان از استوکهلم با جاوید شاه $50 دمت گرم. کیان عزیز ما از استوکهلم یه تکونم بدید استوکهلمو، بابک اینا اونجا هستن ها، یه تکون بدید شهرو. سرباز دور از وطن با جاوید شاه $50، سپاس از سرباز عزیز. اسد از آلمان همراز ما هم $30 دستش درد نکنه. بانو شوکت با هزاران جاوید شاه $10، سپاس از لطف و محبتت. بانو گیتی ره برای تولد جناب وطنخواه و برای روان پریای عزیز $50 دست گلت درد نکنه. بانو گیتی ره همچنین بانو پروین غفاری هم به همین شکل برای آقای وطنخواه و پریای عزیز $20 دست گلت درد نکنه. بانو پروین غفاری عزیز من و شاهی و پری، شاهی و پری هم $208 برای تولد جناب وطنخواه و روان پریای عزیز دست گل شاهی و پریمون هم درد نکنه. شقایق و کوروش، ای ولچه اسمای قشنگی، شقایق و کوروش هم $150 با هزاران جاوید شاه دست شقایق و کوروش هم درد نکنه. بچه زنگم بزنید. چند تانم از همیهنان لطف کردن زنگ زدن تولد آقای وطنخواه رو تبریک گفتن و یادآوری کردن در مورد پریاد، دست گل همتون درد نکنه. زو اکثر فیلمه رو دیدی؟ آها، من امشب برای اولین و شایدم آخرین بار این صحنه‌ای که اونا به شما حمله میکنن رو نشون دادم. چرا؟ دلیلش الان بهتون میگم. آقای مهندس عزیز من بریم تو عکس ها 15 تا 20. دیدید زدن شیشه مردم و چجوری خون مردم شکستن؟ دیدید وایسته بودن چجوری عربده کشی میکردن؟ بزنید فیلم نگیر فلان نکنید. دیدی؟ حالا مومن خانم آقایون، این تعویله‌ای به اسم سازمان ملل خودم من با افتخار نوشتم. این تعویله است، این تعویله اون ابرام قاتل، یعنی اینجا لیاقت این نبود که شاهنشاه بره اونجا، اینجا لیاقت اینا رو داره که این ابرام قاتل که عامل قتل اقلن 60-70 هزار ایرانی هست بره عکس اون بیناموسی رو که قاسم بچه کش کلی آدم کشته تو خاورمیانه بره با کمال بیشرمی و پررویی راحت بره اون تو عکس رو بگیره و بیاد و زرش هم بزنه. عکس رو دیدی؟ زو جناب مهندس بعدی رو لطف کنی. وقتی من میگم مبارزه اینیه که من میگم الکی نمیگم، وقتی من میگم اینا طویل است الکی نمیگم. 35 سال بودم تو این بازی بودم. حالا بریم عکس بعدی. جناب مهندس عزیز دست گل درد نکنه. خانم آقایون
دیدی چجوری حمله کردن بهتون؟ دیدی زدن شیشای مردم شکستن؟ دیدی عربده میکشید میگو بکشید فو؟ رئیس جمهور این بیناموسا الان تو نیویورک ببین بغلش کی نشسته؟ رئیس جمهور فنلاند. بی شرف و بد ادعای به حقوق بشر میکنی؟ رئیس جمهور دفاع از حقوق انسان ها در ذات نظام جمهوری اسلامی قرار داره. اسم ابرام قاتل داره از ذات نظام حیوانات داره تعریف میکنه. دیدی؟ رئیس جمهور فنلاند بی ناموس، تو این خبرها رو نداری؟ اونم کشور فنلاند با اون وزارت اطلاعاتش؟ جناب مهندس بعدی رو لطف کنید، وقتی من میگم تنهایید خیابونا رو ترک نکنید، خوب جایی رو گرفتید، ترک نکنید خیابونا رو. اینه این بچه ننهه ماکرون فرانسه بغلس ابرام قاتل. ببین خاک بر اون سرت که ادعا میکنی میگی من انقلاب کفگیر کردم، ما برج کفتر داریم، ما قانون از خفه بمیریدم اتون تن لشای خانوم باز بچه باز خفه بمیرید حروم لقمه ها. تا شاهنشاه بود نوکری علازت میکرد اون جیسکاردستانتون و بقیهتون بی ناموسای بی شرف، اون میترانتون، اون مردی که شیراکتون، این یکی بی ناموستون، اون یکی بی شرفتون، دستت بزنید تو دست ابرام قاتل. شما خیال میکنید از شما خیال میکنید پس از فرقه تبهکاران بی ناموس ما از فرانسه یه بوت شراب چیه؟ یه پشکل هم دیگه ازتون نمیخریم. پشکل فروشا تک به تکتون باید ببین به گوخوری ملت ایران بیافتین. بعد من اینا رو میگم یوتیوب برنامه من قطع میکنه تا چشمتون کور قطع کنید، زبونم که نمیتونی قطع کنی. چرا مهندس بعدی رو لطف مواد بفرمایید ملت خیابونا رو ترک نکنید، خوب جایی رو گرفتید. اون بیمار روانی بزرگ لوادکاران گفته که به بچه های چیز دانشجوی خط امام گفت خوب جایی رو گرفتین، همینجور سرش ها بگیرین، خوب جایی رو گرفتین، خوب جایی رو گرفتین. حالا منم دارم به شما میگم بچه ها خوب جایی رو گرفتین، بزنید خار و مادرشون رو بیارین جلو چشاشون. نگاه کنید قیافه رو، نگاه مرگ پوزینه وزیر امور خارجه کسافت انگلیس بریتانیا خفه بمیر اعلام کرد که راه متفاوتی برای آینده ایران وجود داره. حالا چقدر اینجا چرت پرت گفته، یعنی یه جوری گفته که اگر با ما کنار بیاین سرکوب کنید و ما مردم وسطون ساکت میکنه. آره تو بمیری، شما دارین انقلاب تو ایران راه میندازی. کی پخشش میکنه؟ برید دیگه ببینید کی پخشش میکنه. جناب مهندس بعدی خفه بمیر، کثافت انگلیس، همتون دشمن ملت ایرانید، همتون حسودید، عقده‌ای بودید، همتون حسادت کردید با شاهنشاه. خانم آقایون وزیر امور خارجه انگلیس رو دیدی؟ بله. حالا اینو نگاه کنید، اینو بچه‌هایی که دارن تظاهرات میکنن برای آزادی، برای استقلال کشورشون، برای ناموس و شرفشون، قوطی گاز اشکاوری که در خیابان‌های نوبهار کرمانشاه از سوی مامورین به سمت زنان معترض شلیک شد اونجا زده انگلند، اینا جزء اقلام تحریمی نیست؟ این شرف ها اومد در زمان شاهنشاه آریام دولت شاهنشاهی از شما تقاضای گاز اشکاور کرد، گفتید که چون ایران انقلاب داره میشه ما نمیتونیم به شما این وسایل بفروشیم. بی ناموسا، دیگه زمان تیغلی آقا نیست، اینترنت زیر دستمونه، دست بچه های کرموشا گرم. آفرین عجب چیزی رو پیدا کردید، باریک کلا. جناب مهندس آخری هم لطف کنید، اون وقت میرسید تو خونه های مردم ملت رو قتل عام میکنید، برای همین این صحنه رو بهتون نشون دادم. بعد دستتون میزنید تو دست این قاتل بی ناموس. نگاه کنید واکسن آمریکایی نمیخره جمهوری اسلامی، ولی شوک برقی آمریکایی برای سرکوب ایرانیان میخره، اونم پرچم آمریکا. اون وقت نشستن تو 43 سال میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، سفارتو گرفتیم، سرشو گرفتیم، تهشو گرفتیم، خفه بمیری. دست درد نکن جناب مهندس، دروغ میگن ملت، دروغ میگن. نوکراشون هم تو خارج از کشور لگن فروش دزد، ابر بی ناموس تاریخ بشریت، علی منقلی بی ناموس شماره بعدی. دست درد نکنه جناب مهندس. علی ساربون، خودم بهتون نشون دادم که اومد نشست گفتش که نه بی بی سی همین کثافت مزدور اجاره عربا از پول مالیات مردمه، ملت همشون مزدورن، ملت معصوم قومی، لگم فروش دوز، بهرام شطور، اون تویله که اسم پارسو خراب کرد، یادتون میاد راجع به یارو پسرک شجاع به خودش میگه دکتر و مهندس نمیدونم چی اقتصاد، یادتون میاد چند سال چیا گفتم؟ بفرما دیشب تقش در اومده، بانوی برای من زنگ زد و گفت
تقش در اومد رفته تو طویله پارس. اون آقاه لوره که همون اون به این لقب پروفسور داد زد تو دهنش، تلفن رو قطع کرد، دید بابا دیگه خیلی داره چرت و پرت میگه، میگه مجاهدین تو خیابونای تهران هم مجاهدین باید برگردن. آقا مأمورن، مزدورن، همشون مزدورن. ملت ایران، مجموع ایرانیان میهن پرست در خارج از کشور به تعداد انگشتان دست نیست. اگر 11 تا شد بیاید من نوکرتون رو بکنم، چاکرتون، هر چی بگید من مخلصتونم. نیست، نیست، همشون خائنن، همشون دومشون بین اون وصله، خدا شاهده. حالا بی خیال بریم تو کار خودمون، همتون مزدورید. بچه خیابونا رو ترک نکنید، به شرافت بشری سوگند، بچپین تو خونه هاتون، مرده هاتون از تو قبر میکشن بیرون اعدام میکنن. حالا این هفته بهتون گفتم تا جمعه بمونی تو خیابونا، ای والله عالی بود. خب فردا که بچه‌هاتون باید مدرسه، نذارید بچه‌هاتون برن مدرسه، اعتراض کنید، معلمی فرهنگی ها نرین سر کلاس ها. چی میخواین به بچه‌هاتون یاد بدین؟ چی؟ چی عربی یاد بدین؟ امام خمینی چه سالی به دنیا اومد؟ چی چیز بهش فرو کردن؟ چی چی بچه‌هاتون چی میخواین یاد بگیرن؟ بچه‌ها نرید مدرسه. نرید با پدر مادراتون نرید مدرسه. نمیخواد برید، نمیخواد درس بخونید. بذارید تا پادشاهتون به زودی برگرده ایران، برید تمیز درس بخونید. دانشجوها، من نگاه به کی دارم میگم، محصلین نرید مدرسه ها، نرید دبیرستان، نرید به اون طرف. میخوان جنبشو بخوابونن. بعدش هم خودتون شایعه نکنید اگه ابراهیم قاتل برگرده دستور جنایت میده. مگه الان دارم بهتون زول بیابامیه میدن؟ از این چیزا گذشته کار. ملت خیابونا دستتونه، خودشونو خراب کردن، خودشونو رنگی کردن، خسته شده نیروهاشون تو خیابونا. هر لباسی که میپوشه تنش 40 کیلوه، 8 ساعت 10 ساعت با تو آماده باش باشه. برای همین شده مثل سگ و گربه هم دیگر دارم میزنم. بعد شما بهم که آقا احمدی نکنه این گاوبندی. چه گاوبندی؟ فهمیدن که شما این دفعه بدطوری مازخورشون رو گرفتی، بالای 115 تا شهر اومده تو خیابون. برید بچپید تو خونه ها. همین لگن فروش دزد ابر بیناموس تاریخ میاد میشینه میگه تعدادی نبودن، دو تا پنج نفر بودن، مارتش رو قیافه گوشخوار کثیف وزغ زاده تو ببرن. تو چشمت کور شه، حالا نگاه کن چقدر شهر اومده تو خیابون، فلون فلون شده در به داغون آشغال با اون قیافه، مارتش رو قیافه همتون رو ببرن. هر کی هم آدم بی پدر و مادریه به صورتش نگاه کنید که صورتش سیرتش رو نشون میده، مثل معصوم قومی. اصلا آدم شکم روی میگیره قیافه اینو. من موندم کی میتونه به این بگه عزیزم؟ مارتش رو لب لوچته ببرن در به داغون چوزونه. جناب مهندس بریم تو 21 و 22 دست درد نکنه. 21 و 22 کارشون رو تموم کنید بچه ها، کارشون رو تموم کنید. امونشون ندید این بیناموسا. تشکر این بیشتر خودم میزن بیان بیشتر تشکر این بیشتر خودم میزن بیان بیشتر تشکر این بیشتر خودم میزن برو خودشون به خودشون رحم ندارن. همه
چرا اومدی چرا؟ دفت درد نکنه جناب مهندس سیاوش عزیز. باریکلا باریکلا. بعد اینقدر خنگ بازی در نه. بعضی موقع بعضیاتون بجوری خنگ بازی در میان. خودشون آقا احمدی خودشون میزنن گردن ما. نه شما میزنید، بزنیدشون. به چه دارین پرت و پلا میگی؟ بزنیدشون. بابا اول برنامه چی بهتون گفتم؟ نامردو بعد نامردی زد. من همیشه بهتون میگم دشمنت هم روبرو بزن. اینا اینقدر بی‌ناموسن که دارم بهتون میگم اینا رو پشت بزنید. بزنیدشون، فکشون رو خورد کنید. نه ده نفری، هزار نفری بریزید سر یه نفر. نذارید دیگه بلند شه. تموم کنید. ملت دارید میرید به سمت انقلاب. بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره. دارید میرید به سمت انقلاب. دارم هم بهتون میگم تو تهران یه جا جمع نشید. میدان 24 اسفند، میدون تجریش، میدون ولیعهد، که این کثافتا میگم ولیعصر، نگید ولیعصر مردشون قیافه ولیعصر رو ببرن. میدان ولیعهد، میدان 24 اسفند، میدان تجریش، بچهای شرق تهران هم میدون نارمک یا حفظ، 4 تا 5 تا میدون، بچهای جنوب هم میدون راهن. این میدونا رو 4-5 روز همینطوری بیاین تو خیابونا، میدونا رو پر کنین تا من دونه دونه با شماها بیام جلو تا آزاد بشید. میدونا رو بیاین بزنید بکشید عقب، بزنید بکشید عقب، بزنیدشون همینطوری باشون بازی کنید. درب داغونشون که کردین جمع میشید همه تو میرید میدون شهریار که شلوارشون اونجا بکشید پایین دونه دونه شونو. و بعد تشریف میبرید به سمت رادیو. حالا صبر کنید تا دونه دونه. و بعد عکسای اعلیحضرت باید بیاد بیرون. و بعد پرچما باید بیاد بیرون. پرچما با چوبای کلوف باید بیاد بیرون. یعنی هم پرچما نشون بدید هم باش بزنید. تیز باشید. این موضوع باید تو شهرستان هم باشه. بچهای اصفهان، شیراز، تبریز، اردبیل، سنندج، رضاییه، کاشون، قم، مشهد، آبادان، اهواز، همدان، کرمانشاه، خرم‌آباد، رشت، بندرپهلوی، آمل، بابل، همه ایران، میدونای مرکز شهرتونو تو شهراتون، تو هر شهری که هستی دو تا میدون رو در نظر بگیرید. مثل مشهد که شهر بزرگه دو تا میدون، تبریز که شهر بزرگه دو تا میدون. اینا رو نذارید همه گروهاشون یهو بریزن رو سر شما، تیکه تیکهشون کنید. شهرهای کوچیک تکون بخورید که اینا نیروهاشون رو به شهرهای کوچیک هم بفرستن که اینقدر فشار نیاد رو تهران و تبریز و شیراز و اینور اونور. نرید تو خونه هاتونا، دارم بهتون میگم. نیاید به من بگید ما رهبر نداشتیم، نیاید بگید ما اینترنت نداشتیم، نیاید چرت پرت بگید دنبال بازی علی کریمی و نمیدونم فلان فوتبالیست و مهران مدیری داره زر میزنه نشون میده رژیم داره می... کاریتون به این اراذل و اوباش نباشه. آقا جان گوش کنید به من، الان نشستی تو ماشین فقط باید جلوتو نگاه کنی، پشتت که نمیتونی برگردی نگاه کنی، جلوتو نگاه کن تصادف نکنی، جلوتو نگاه کن. الان فقط مستقیم برید جلو، فقط برید تو دل دشمن بزنیدشون، بزنیدشون مولوتوف کوکتل رو ماشیناشون، ماشیناشون رو چپه کنید. اونایی که هنوز نشستین تو خونه هاتون، بچه های مردم دارن جون میدن، بس دیگه بیتفاوتی. اونایی که تو پیاده رو قدم میزنی پولی... این اراذل رو باش حمله میکنن پشتتو میکنی به جمعیت، خجالت بکشی، حیا کنید. اونی که واسه تو خیابون سینه سپر کرده واسه آزادی تو که فردا تو بری بشین تو کافه بشینه عرقتو کوف کنی، بس دیگه اینقدر بی‌غیرتی. بلنشین تکون بدین خودتون از تو خونه هاتون. تو خونه ها چه خبره جز کثافت کاری؟ بس دیگه پایین تلویزیون ها نشستین چرت و پرت نگاه کردین. واسه یه مرد افتاره که بگه من میترسم. از چی میترسی؟ تا از این باید بترسی که ناموس تو داری میدی، شرف تو داری میدی. این ترس داره که زن پانشو بره تو خیابون، بره ددر. قمه بزن تو جیبت، چاقو بزن تو تیزی بزن تو جیبت، برو بزن خوار و مادرشونو بیارن جلو چشاشون. 40 سال دارن کتک تو میزنن. آقای مهندس لطفاً موعد بفرمایید 22 نه مومنت اسامی رو بگین. بانو پروین بیگلری لطفاً موعد کردن برای تولد جناب وطن‌خواه و برای پریای عزیز $100. دست درد نکنه بانو پروین بیگلری، خیلی ازت سپاسگزارم. آقای فرامرز عزیز ما هم $100 سپاس از شما. بانو شهناز از سوئد $150 با جاوید شد. دست درد نکنه بانو شهناز عزیز ما. سرکار بانو فضیله که ماهیانه لطف میکردن $50 دیگه هم اضافه کردن به ماهیانشون.
دست درد نکنه بانو فضیله، درد و بلای همتون بخوره وسط کاسه سر هر چی بی پدر و مادر بی ناموسه. جناب مهندس 23 و 24 لطف محبت بفرمایید. 23 و 24 سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آقای آلن از لس آنجلس با هزاران جاویچا $100 دست درد نکنه. آلن عزیز خیلی ازت ممنونم، لطف محبت کردی. رخش پهلوی، ای والا رخش پهلوی برای تولد جناب وطنخواه و روان پریای عزیز $310. دست درد نکنه رخش پهلوی، خیلی ازت ممنونم. بچه زنگ بزنید، 45 دقیقه وقت داریم، دست گلتون درد نکن، زنگ بزنید قشنگ سنگر همچین چیز بشین دیگه، اینقدر فکر دهشه یه قرون نکنیم، دستتون درد نکنه. دیدی اینجوری حمله کردی؟ دیدی چجوری فرار میکنن؟ هیچی نیستن اینا. 43 سال مازخور شما رو گرفتن آوردن تو خیابون اعدام کردن که بترسید. حقیقت هم هست، وحشی هن، آدم کجا منم میدونم. اسید پاشیدن تو صورت دختراتون، تیغ کشیدن، دیگه بسه مردم. بعد حالا چی؟ حالا برنامه دارن براتون. اینا حالا میخوان بیان تو خیابونا از لای دیوار بزنن، از لای بریزید بسیجی ها رو بگیرید، کلانتری هاشون رو بگیرید. مردم کار وارد یه مرحله دیگه بشه، من راحت بهتون میگم تنها راه رهایی جنگ مسلحانه. راحت بهتون بگم هیچ راهی نداره، دارن میکشنتون، هیچ راهی نداره. به چرت پرت خارج از کشور گوش نکنید. راه ما راه ستارخانه، راه ما راه باقرخانه، راه ما راه ریسالی دلواری، راه ما راه یپریم خانه، راه ما راه اسعد بختیاری، راه ما راه بابکه. ما چقدر مسالمت آمیز، چقدر هی بچینیم بگیم تو ماش بکن من ماش بکن، تو ماش بکن من ماش بکن، تو رو جده تو رو جده، بیا با هم رفیق بشن. آقا رفیق، ما رفاقتی با این بیناموسا نداریم. آقا ما چه رفاقتی با آخون داریم؟ اصلا اینا کیان؟ اینا چه سوراخی وارد مملکت ما شدن؟ اینا کیان؟ آیت الله بهبهانی، آیت الله شیرازی، آیت الله زهرمار، آیت الله دستکلن، بابا اینا ایرانی نیستن. بچه 6 7 ساله رو برمی‌دارن میبرن بهش تجاوز میکنن، بچه بازن اینا. دلتون رو به چی خوش کردین؟ این بسیجیاشون هیچ کدوم ایرانی نیستن. الان این پسری که زدین چک و بکشی یکی کردین، به شرافت بشری سوگنی تو قطرق که مغول 100% چنگیز خان با ننه این رفته سان فرانسیسکو. آخه ایرانی این قیافه؟ ایرانی قیافه؟ سلامی ایرانیه؟
قیافه علی شیره ای به ایرانی میخوره، محمود مشنگ شرافتن، این هم نسل ناندرتالا نیست؟ برای همین لگن فروش دوز باش رفیق دیگه، پدر سوخته گوشخوار کثیف دوست. جناب مهندس 26 27 28 29 لطف و محبت بفرمه، امونشو ندید ماشینو برگرده با چوب با چوب بزنی شیشه بریزه تو صورتشون، امونشو ندید بی ناموسا رو. ملت ایران، من یه ده هشتادی هستم، این پیامو از تهران میفرستم. مردم ازتون عاجزانه تقاضا میکنم بیاید تو خیابونا کارو تموم کنید، بیاید تو خیابونا کارو تموم کنید. مردم خواهش میکنم ازتون بیاید تو خیابونا. مردم این فرصت رو از دست ندید، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار رو، قاتل رو، 43 ساله ملت ایران رو بدبخت کرده، واسه همیشه سرنگون کنید. به امید آزادی ایران، پاینده ایران. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. یه چیزی هم مد شده اینا رو، هی من دارم اینقدر خبر زیاده، اینقدر همه چی ریخته به هم، چون ما حواسمون به همه جا باشه دیگه، کسی کاری که نداریم که. بفرما تویلاهای لندن و تویلاهای لس‌آنجلس هنوز نشستن همون چرت و پرتا، با این دکتر صحبت کن، با مهندس مرد شور قیافه همتون رو ببرن، ناموس فروش های بیشرف، این همه نشستین با این اون زر زدین، به کجا رسیدین؟ ملت تو خیابونا، جوون مملکت داره التماس میکنه مردم بیاین تو خیابونا. نشسته آی دکتر همین انا رفتم به باقی دیدم کلاقی، خاک بر اون سر بی ناموس دریاکت کنه بیشرف پس متر. فردای ایران جنازه هاتون هم نمیذارین بیاین تهران. آخو تهدید میکنین؟ تهدید نمیکنیم، عمل میکنیم، شلوار همه تونو در میاریم. بعد بلای سرمون اون سعید قایم مقامی گور به گور شده، اون حسین مهری آشپز خمینی تو نوفل لوشاتو بی ناموسا، خیلی صدای ما رو قطع کردی، خیلی صدای بچه های میان پرست رو قطع کردی. بی شرف ها میومدیم رو خط دادن، آقا احساسی برخورد نکنی، بی ناموسا علازت گفتن احساسیه؟ بی شرف ها بچه ها بر نگردین تو خونه هاتون، برگردید تو خونه هاتون. لجنجلس پیروز شده، لندن پیروز شده، اتحادیه اروپا پیروز شده، آخون پیروز شده، مصدقی های ایران بر باده میشینن به ریشتون میخندن، همون آشو همون کاسه میشه. چند دفعه اومدین تو خیابونا، چقدر کشته دادید، چقدر جووناتون تا امه الان 300 400 جوون مرغوم دستگیر کردن. اینقدرم ور ندارین آیه یس بخونی؟ آقای احمدی هکر اومده، هکر بازی ها همه کار خودشونه، معصوم قومی هکر که دروغ میگن، این مأمور اطلاعاتی. بابا اینو بکنی تو مختون، این زنی که مأمور اطلاعاتیه، روش خرج شده، روش کار شده، این به ختم فلون فلون شده عالم، این کسافت در به داغونه چسونه. کارتون رو بکنی، اصلا کارتون نباشه به علی تایزیه گفته من میام ایران. اگه این جرأت که باشه گذاشون بس، من هر داستان شما بگین مخلصتونم هستم. گوه زیادی میخوره اینا، کسی نیستن. کارتونو بکنید آقا ملت. دعواست من نشستم دارم بهتون میگم، دست خالی نرو تو خیابون. دعواست داری میری دعوا با چی باید بری دعوا؟ با یه جبه شیرینی؟ دعواست رفتی تو خیابون، امونشون ندید، اصلا باهاشون بحثی نکنید،
بازم یکی دو جا برای من نیروی انتظامی هم چه حمایتی با چوب و چما هر چی در دستته بندو تو صورتش بزنیدشون ببین چه جوری در میرن ببین چه جوری میترسن ازتون بابا کسی نیستن پخه نیستن فقط ماسخورتون رو گرفتن فقط ترسوندنتون چجدر ازتون گرفتن هیچی نیستن اینا ریقوتر از این حرفان همشون مزدورن سر دلارا شل بشن همشون در میرن کام کردن اینا کیان از افغانستان پاکستان بحرین عراق سوریه لبنان یمن سودان دیگه لیبی 40 سال ریختن تو مملکت فلسطینی ریختن تو مملکت دارن به اینا میدن میخورن برای همچین روزی امونشون ندی بعد این علی تعزی حروم لغمه اومده میگه آخو حزب اللهیا رو دارن از لبنان به هواپیما بالا دروغ میگه مرکی میخواد بترسونتتون اصلا بزنین راحتتون کنم ملت ایران ارتش روسیه ارتش انگلیس ارتش اتحادیه اروپا ارتش خدا ارتش پیغمبر ارتش آمریکا همه میخوان بریزن ایران شما رو سرکوب کنن چه کار باید بکنید بعد بچپین تو خونه هاتون خیلی والا تو خونه هاتون خدا وکیلی دست سر ما برداری تا اینجا یه کار ما کشوندیم آوردیمتون جلو حالا دیگه چه جوری خدا دانه خرابش نکنید دیگه دو مرتبه باز توقع دادین سه روز این دو سه روز دیگه موضوع بخوابه من بیام اینجا بشینم بگم که 22 بهمن 6 اسفند 8 بهمن 4 نمیدونم رجب ما خسته شدیم بریدیم تمومش کنید دیگه شما هی تو خیابونا 100 تا کشته 500 تا زخمی 400 تا دستگیر کلی خساره تی 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 برین تو خونه ها اینترنت نداشتیم رهبر نداشتیم رهبر هست شاهتون داره کارشو میکنه نمیشه همه چی رو جلو دوربین گفت گوش کنید دارم بهتون چی میگم خیابونای ایران رو ترک نکنید بچهای تهران بر نگردید تو خونه ها اگه از گرسنگی مردید بر نگردید تو خونه ها تا من بهتون بگم از شنبه باید چیکار کنید بر نگردید تو خونه هاتون از دوشنبه میدونا رو پر کنید از فردا و پس فردا همینطوری که گفتم میدونا از دوشنبه تا من بهتون بگم چیکار کنید از دوشنبه باید آرام آرام برید به سمت زندانا زندانیای عادی زندانیای سیاسی رو همون بچه‌ای که شما تو خیابونه همونا رو گرفتن چه بودن تو زندانا زندانیا رو آزاد کنید که تعدادتون بیشتر بشه اونا بیان به شما بپیوندن برید دم زندانا گوش کنید بهتون چی میگم هی تو خیابونا با اینا درگیر شدن آخر میبرید خسته میشید بس برید هدف باید داشته باشید شما سیل ندارید هدف ندارید هدفتون فقط اینه که بیاین با اینا درگیر بشین 4 تا مشت لگد بخورین و بزنین برید تو خونه نه فردا میاد تو خیابونا بعد برید به سمت زندانا یه عده به سمت زندانا یه عده به سمت رادیو تلویزیون گیجشون کنید برید به سمت تویله اون علی شیره‌ای الکی برید اونجا 4 تا سنگ بزنین بیاین پخششون کنید میدونی چرا تیم ملی فوتبال ایران چه در زمان خدایگان چه الان جلوی تیمای بزرگ وای میسه میترسه برای چی از قبل باختن میگن وای جلو هلند جلو آلمان جلو برزیل نه اونم فوتبالیستن اونم دو تا پا داره اونم همون آدمی که تو هستی فقط اون خودشو باور کرده شما خودتون رو باور نمیکن شما از قبل باخته میای تو خیابونا بگو میخوام برم تو خیابون با رفیقام یه ماشین گشت و آتیش بزنم میخوام برم تو خیابون 30-40 تا حزب اللهی رو بزنم لتو پار کنم با این نیت برید تو خیابونا نه اینکه بری سر امتحان بگی من یه 10 بگیرم بری به نیت 10 مثل من باید بری 2 بگیری باید بگی میرم 20 میگیرم که 15 رو بگیری این لیدراتون که افتادن جلو اینا هم میگن مرگ بر دیکتاتور مرگ بر دیکتاتور بس کنید اینا پدر سوخت بازی وزارت اطلاعات رضا شاه روحت شاد شعار ماست رضا شاه روحت شاد این شعار کلیدی ماست ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره من دیگه نمیشنوم اینو بگید ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره رضا پهلوی این از شعار ملی تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی پهلوی کجایی به داد ما بیایی پاها رو محکم بکوبید زمین پهلوی تا خفه بشن تا بترسن اسم پهلوی که میاد اینا میترسن همون پاسداراش میاد طرف شما گوش کنی بهتون چی میگم شعاراتون باید شعارهای انقلابی و کوبنده باشه در زمان خدایگان این اراذل و اوباش که میمدن تو خیابونا میگفتن اتحاد این پاها رو میکوبیدن زمین از دشمنتون یاد بگیرید میگفتن اتحاد همین کمونیستا همین جوادی همینا اتحاد ای ملت ما با هم این دستاشون رو میبردن بالا اینجوری میزدن به هم حساب کن 20,000 تا جمعیت دستشون چجوری بزنه به هم ما با هم متحد میشویم تا برکنیم ریشه استعمار درود بر خمینی ببین این چه جوی به وجود میاره هی شما بین تو خیابون یکی میگه مرد بر دیکتاتور یکی میگه
نیروی انتظامی حمایت تو ماچ بکنم، خر تو خر میشه. دو سه تاتون بشین لیدر، شعاری که من بهتون میدم این شعاره بدین. تا میخواییم به دشمن حمله کنیم با شعار پهلوی 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 اینطوری برید تو دل دشمن. وقتی میخواین گرمشی میگید رضا شاه روحت شاد، رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه شاهنشاه روحت شاد، جاوید شاه جاوید شاه. ببین چه حالی به دست میده. حالا تو بیا تو خیابون نیروی انتظامی حمایت، انگار که خط نتون کردن شده مثل لگن فروش دوست. جناب مهندس برو بریم تو شماره سی. این بچه ها از هلندن، یه نمونه شو براتون پخش میکنم، تو ایتالیا هم بوده، البته تو ایتالیا زد لوسگری کردن ولی به هر حال بچه ها بودن. جناب مهندس سی رو لطف کنید. دست درد نکنه جناب مهندس سیاوش گرامی. آفرین به بچهای هلند. همینه عکس اعلیحضرت. به جز عکس اعلیحضرت ما جایی نداریم بریم. اصلا جایی نیست که بریم. کجا بریم؟ عکس عکس پادشاهه. حرف حرف ایشونه. دعوا اصلا سر ایشونه. دعوا سر تاج و تخت پهلویه. آره آره لگن لگن فروش دوز. آره چسمنش. تو کجای این یارو؟ کی بود اسمش؟ اسماعیل نوری خلا. کجای رفته پیش شکو بچه دوز؟ کجای چیه؟ چرا دهن وا نمی‌کنی؟ الان دختر علازاده نشونت میدم. خب حالا دیدیم که ایشونم شاه بشه، یه چند سالی که بیشتر دووم نمیاره، دخترش هم که فارسی بلد نیست. مرتشور قیافه خودتو اون لگن فروش دوز ببرن، کسافت های گوشخار کثیف. مرتشور قیافه همتون رو ببرن، خاک بر اون سری کسافتتون کنن. زهره عزیز ما و آقا رضای گل از آلمان، بچه محلهای ما، $20 برای تولد جناب وطنخواه و روان پریای عزیز. دست زهره و آقا رضای گل ما هم درد نکنه از آلمان، ای والله دستتون درد نکنه. بانو الی همرزم عزیز ما از لندن، یه مدت هم خبری ازش نبود، الی عزیز ما لندن، برای جناب وطنخواه، تولد جناب وطنخواه و پریای عزیز، یه خسته نباشیدن به ما گفتن. قربونت برم الی جان، $100 از لندن، دست گل درد نکنه. جناب مهندس بریم حالا این شعاره، این شعاره، این به دل من چسبید. مرد بر دیکتاتور، تو ماچ بکن، این چرت و پرت بزنین که نه. اینا کار این لوسگری، این موسوی و کروبی و مسخره بازی، بچه قرتی وسط خیابون، موسوی پر کروبی پر. آره تو بمیری، الان جمهوری اسلامی رفت. مبارزه اینیه که من بهتون میگم بچه ها، زبان مبارزه اینیه که من بهتون میگم. مش لگد قمه کوکتل مولوتوف، مش لگد قمه کوکتل مولوتوف، چوب چماق با تیزی بیاین تو خیابونا، کوکتل مولوتوف چم درست میکنی، لاستیک آتیش بزنی، شهر رو بریزین به هم، آتیششون بزنید، نترسید، گیرشون میادی 100 نفره بریزین سرش که دیگه بلند نشه، تیکه بارش کنید. دشمنان این ناموسا. جناب مهندس شماره 31 لطف محبت کنیم بزنیدشون هر اون لقمه ها رو، کسافت های دشمن. رضا شاه، 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 رضا شاه،
شاد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اقلن اگه تو وسط تظاهرات نمیریم بابا شرف داشته باشین از تو خونهاتون بیان بابا تو پیاده رو را بری، مثل این پسره که اون پشت دیوار قایم شده بود، مثل خاله خانباجی ها. اقلن بیان تو خیابون باشین بابا، بیان تو خیابون یه فوش به من بدین، فقط بیان بیرون از خونه هاتون. بیاین کار رو تموم کنین تا شاختون برگرده. چقدر میخواین بدبختی بکشین؟ چقدر میخواین هی صبح بلنشین بگین عقل شد 6,000 تومن، دلار شد 50,000 تومن؟ چقدر میخواین بریم بگین یه مرغ خریدم 40 میلیون تومن، نون خریدم 500 میلیون تومن، نون بود پهن میده، آب نداریم؟ چرا اینقدر میخواین بدبخت باشین؟ خیلی حرف ها، من انجه بشنم هرس و جوش میکنم واسه اینه که اینا میخواین بدبخت باشن. بابا رحم کنید به بچه هاتون، رحم کنید به این جوونا. خدا رو خوش نمیاد جوونا رو، من قیافه‌هاشون میبینم رنگ دیگه تو صورتشون نیست، این طفلک از فشار عصبی. جوونی 20 ساله رفته شده میوه فروش با دیپلم، 4,000-5,000 تا دکتر و مهندس تو تهران شدن راننده تاکسی، روزی 100 تا جوون در از اون مملکت، مغزای آینده اون مملکت دارن فرار میکنن، جذب اروپا و امریکا میشن، دکتر، پرستار، مهندس همه دارن فرار میکنن. بابا ملت یه سال دیگه پهنم گیرتون نمیاد بخوری. 5 روز بابا، 5 روز بیان تو این خیابونا تا تکلیف این بیناموسا روشن بشه. این علی شیرهی مرده یا درک داره واصل میشه؟ تموم از درون پوسیدن. طویله اون یارو مرکی کی بود؟ آخونده کی بود؟ اون بیناموس لبادکار چی بود اسمش؟ خمینی. طویله اون داره چاقو تیز میکنه واسه این یکی طویله. بابا بین خودشون دعواست، شده مثل جریان قوم قریش که ابو سفیان تیز کرده بود واسه محمد رازن، محمد رازن تیز کرده بود واسه اون یکی. بابا بفهمید الان بهتون چی میگم. اینا نشستن اون بالا دارن مال مف افتاده به دستشون دارن میخورن، اصلا تره برای شما خورده میکنن، اصلا اینا اومدن که شماها رو در به داغون کنن. خود اون مرگه گفت کاری که محمد تکمیل نکنم اومدم تکمیل کنم. اومدن ایران و ایرانی رو نابود کنن. ملت بفهمید، اومدن ریشه ما رو بزنن، همینطور که اروپا خار مادر روم و گذاشت جلو چشاش. حالا باید برن جلو یه دلغه که گوسالزادهی برن تعظیم بکنن. رکتو پترو سمرو چه پرو که بلیتو نبلیتو کیه؟ من رهبر کاتولیکا جانم. چرت پرت پدر ایتالیا رو در آوردن، دلشو خوش کرده 4 تا مجسمه اینجورکی گذاشته تو ونیز. میخوان این بلا رو سر ما بیارن. اون بلایی که سر لیبی آوردن، اون بلایی که سر الجزایر آوردن، اون بلایی که سر یمن آوردن، اون بلایی که سر یونان آوردن، میخوان این بلا رو سر ما بیارن. چین رو نگاه کن چی کارش کردن، به چسونه خوری افتاده دیگه. سوسکم گیرش نمیاد بخوره، چسونه داره میخوره. هر کدومشون روزی یه پرس معصوم قومی میخورن، یعنی چسونه. جناب مهندس بریم 32 رو لطف محبت بفرمایید و 33 رو. جناب وطنخواه شماره 33 رو فرستادن، گفتن مردم خواستن من اینو پخشن. صدای خودم رو نگید در خودم تبلیغ میکنم، به درخواست دارم پخش میکنم، ولی من تا حالا دیدم از همچی کارا نکردم. جناب مهندس شماره 32 و 33 رو لطف محبت بفرمایید. ایران زمین، ببین ملت تا دهه 60 دهه 70 پدرانمون کردن، ماها داریم جبران میکنیم. دهه 60 دهه 70 همه اومدن به سمت فرمانداری با بولسر. نگاه کن ملت تا، ببین نگاه کن اون کاری که در حقت کردن، امروز اینجوری دارن جواب پس میدن. تاریخ هرگز فراموش نخواهد، تاریخ خودش نویسنده داره، تاریخ خودش خودکار داره، تاریخ خودش کاغذ داره، تاریخ خودش جوهر داره، تاریخ بد طوری قضاوت میکنه. هیچ کس نمیتونه جلوی قضاوت تاریخ رو بگیره. پاسخ به تاریخ این آریامه، آسوده بخواب، تخت تخت بخواب. چنان تاوانی دادیم که نبه و نتیجه و ندیده و نخورده و 500 نسلمون داره میده. تخت به خواریان آه و نفرین بد تاریده و به حق گره. خدای تو به راستی خدا بود. وقتی که موسا دریا رو با کرد، قومش از دریا فرار داد،
فرعون خود گفت او خداش خدا بود. آدم خدای تو به راستی خدا. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خودم صدای خودم رو گوش میکنم میگم که چی حرفایی میزدم، چه ریختگاهی کردم. بانو فریبا از دانمارک $50، دست درد نکنه بانو فریبای عزیز ما از دانمارک. با جاوید شاه خیلی ازت ممنونم، لطف محبت کردید. سام پیروزی از بلژیک €25 برای تولد جناب وطنخواه و عرض کنم روان پریای عزیز. سام پیروزی، سام خودمونه دیگه، بچه وطن پرست که تظاهرات را میزه، یه تظاهر دیگه هم قراره را بندازه اگر اشتباه کنم. بله سام پیروزی بچه میهن پرست از بلژیک، خیلی هم دستش درد نکنه، خیلی هم زحمت میکشه. آقای بردیا همرزم عزیز ما هم به خاطر جناب وطنخواه تولد ایشون و روان پریای عزیز $50، دست گل بردی های عزیز ما هم درد نکنه. و همه بچه ها، بچه ها 20 دقیقه دیگه وقت داریم، یه 4-5 تا زنگ دیگه بزنید، خدا حفظتون بکنه. پیام دختر خانومو شنیدید از ایران چقدر قشنگ برای شهبانو؟ آره حالا مومن جناب مهندس 34 رو لطف اومد بفرمایید. والا حضرتین عزیزمون رو نگاه کنید، شاهدخ نور و ایمان پهلوی، تا چشمتون کورشه که نشستین زر زدین شاه مملکت. دیدین چقدر قشنگ جواب نمیده؟ اونا که دارم جوابه، تا ما سربازا اینجا نشستیم من میذاریم پادشاه بیان دهن به دهن شما اراذل و اوباش بذاره. چقدر قشنگ، اصلا بهتون نگفت خرید یه آدمی، دخترشو فرستاد اونجا، بابا جون یه نطقی بکن. بله چشمت کورشه اسماعیل نوری. الا جناب مهندس خواهش میکنم. آشخالا هم میهنانم، امروز رفتم جلوی سازمان ملل تا بگم که کنارتون هستم. دیدن هم میهنانم که با هدف رسوندن صدای ملت ایران جمع شده بودن خیلی برام دلگرم کننده بود. به شجاعت شما افتخار میکنم. پیروزی از آن ماست. هم میهنانم، امروز رفتم جلوی سازمان ملل تا بگم که کنارتون هستم. دیدن هم میهنانم که با هدف رسوندن صدای ملت ایران جمع شده بودن خیلی برام دلگرم کننده بود. به شجاعت شما افتخار میکنم. پیروزی از آن ماست. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. ملکه آینده ایران، تیپ و نگاه، هیکل نگاه، زیبایی رو نگاه، قشنگی رو نگاه، مهربونی، چقدر ساده، چقدر قشنگ، مثل همه مردم عادی، بهم لباس عادی، اوی الان مثلا برم خودم عجق مجق درست بکنم، چقدر عادی. خب چی رو با چی مقایسه بگم؟ معصوم قومی حرفامو خوردم، خب چی رو من با چی مقایسه کنم؟ مرده شور اون قیافه کسافت ده برن گیساتو بتراش، مرده شور اون قیافت ده ببرن چوسونه زو. پیام اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم شاهنشاه قانونی کشورمون، تا چشم دشمنان کور دندتون نرد. و پیام اولی حضرت و نه پیام خود اعلی حضرت. بله جناب مهندس هر دو رو لطف مواد بفرمایید، 35 و 36 رو که پیام اولی حضرت متاسفانه چیز بود، حجمش بزرگ بود، حالا بدین بچه‌ها درست کنه. 35 و 36 جناب مهندس، دست گل درد نکنه. درود بر شما هممیهنان شجاع و دلیرم. آرزوی همیشگی من این بود که این اتحادی که اکنون از خود نشان می‌دهید در سرتاسر کشور را ببینم. شما با هم نیرومندید و با هم از هر نیروی سرکوبی قوی‌تر هستید و همین روند اگر ادامه یابد مسلماً پیروز خواهید بود. خیابان دست شماست، نگهش دارید. ایرانیان دیگر بس است، امروز دیگر هنگام یک تعیین و تکلیف تاریخی فرا رسیده است و ما از برخی دیرکردهای تاریخی رنج میبریم. در آستانه یک ساعت صفر تاریخی ایستاده ایم. این چنین است که یکایک شما را به گزینش در مورد امری سرنوشت‌ساز فرا می خوانم. بیایید
تا به همدلی و هم اندیشی یکدیگر از هر تیره و طایفه و طبقه با هر زبان و دین و باور مشخهای ناکرده تاریخی من را چه در پهنه فرهنگ و چه در زمینه سیاست یک بار برای همیشه بنویسیم و دفترهایی را که شایسته بسته شدنشان می انگاریم یک بار تنها راهش این استش که این حکومت را از بین ببریم و جاش حکومت دلسوز مردم، یه حکومت که واقعا وقتی میگیم منافع ملی یعنی منافع ملت ایران رو در نظر داره، نه مصلحت نظام. این باید بره، حکومت ظلم و ستم باید بره. این حکومت به غیر از تخریب به مملکت ما چیز دیگه بار نیاد. چرا بر روی مردمتون اسلحه میکشید؟ چرا حرف مردم ایران رو حاضر نیستید بشنوید؟ بنابراین دروغ کافی، سرکوب کافی، زمان شما به پایان رسیده و هر چقدر بیشتر جوانه مردم رو بکشید وضع خودتون رو مختل کردید. لاغه این حکومت به غیر از تخریب به مملکت ما چیز دیگه بار نیاورده. بچه های امروز، جوانای امروز اشتباه 40 سال پیش رو نخواهند کرد، حواسشون جمع هست، اما نیازمند اتحاد هستند، نیازمند یک صدایی هستند. امروز وقتشه که تمام نیروهای سیاسی که ادعای وطن پرستی و ملیگرایی و آزادی و دموکراسی و حقوق بشر رو دارن، من کار ندارم چپن یا راستن یا طرفدار جمهوری هستن یا پادشاهی، امروز باید متحد باشن برای مردم ایران که تکلیف خودشون رو در فردای فروپاشی نظام از طریق یک رفراندوم، از طریق یک انتخابات آزاد، از طریق یک مجلس مؤسسانی که قانون اساسی نوین رو تدوین خواهد کرد و نهایتاً خواسته مردم رو برآورده خواهد کرد، یه حکومت ملی و دموکراتیک در مملکت ما پایه‌گذاری بشه، پایان تمام دغدغه‌ها و گرفتاری‌ها خواهد بود. مردم ایران بدانید بازسازی کشور قسمت سادش هست، چون تا دلتون بخواد متخصص داریم هم در داخل هم در خارج، کسانی که مدیریت بلدن، اداره مملکت بلدن، تمام این مشکلات رو بهش واردن، از مسائل زیست محیطی بگیرید تا مسائل بهداشت، بگیرید تا اقتصاد، ولی دستشون به جای بند نیست. ولی اون روز خواهند تونست به مملکت رو خدمت بکنن و این مملکت رو از رو خواهیم ساخت. ما هیچ کمبودی نداریم، چه از نظر نیروی انسانی چه نیروهای خلاق. چیزی که کم داریم بی صدای مردم هست در مقابل حکومت ظالم. این حکومت باز بره و وقتی خواهد رفت به تمام اینها خواهیم رسید. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. همرزم عزیز ما ایرانی کرد کلدانی میهن پرست، ای والا دمت گرم، تو چشمت کورشه علی تیزی فلونزاده، ایرانی کرد کلدانی وطن پرست 100 دلار دست درد نکنه. تمام این کردها شاهدوستان، همشون شاهپرست. اصلا دلیلی که خمینی کردستان رو به خاک و خون کشید به خاطر این کردها همشون شاهپرست بودن و هستن، همشون شاهپرستن، شاهپرستن به خدا قسم. لورا، کردا، آذریا، بچهای خوزستان، دور تا دور مرز ایران، بچهای خراسان، سیستان، بلوچستان، گیلکی یا مازن، همه شاهپرستن. بی شرفا ملت رو گول زدن، کشوندن تو خیابونا، یه عده آدم خاک بر اون سرتون واسه خاطر پول آب و برق 15,000 و 2 تومن و 25,000 و حالا جنازه رو برین جمع کنین. فرمایش علازت گوش کردین؟ ایران ساختن کاری نداره، نیرو متخصص داریم، فقط بی تفاوت نباشید. حالا بشینید تو خونه ها از بالای پنجره نگاه کن بگو ای آره شلوغ شده. خب برو تو خیابون، تمرکزت تو خونه چی بشه؟ از چی میترسی بابا؟ با گوله مردن بهتر از اینه که تو خونه ذره ذره بمیری. که پیام اولی حضرت، پیام قدیمیه، یه بار حالا یه بار دیگه پخش شده که اینو باید گوش کنیم، الان وقتشه. جناب مهندس لطف کرد فرمودن دارن تو آرشیوشون. جناب مهندس اگه آماده هست پیام اولی حضرت شهبانو فرای پهلوی مادر ایران زمین را پخش کنید که یه قوه بنیه بگیریم. بچه‌ها این پیام‌ها رو پخش کنید، وقتی می‌خواید از خونه بیاین بیرون روی این تلفن‌هاتون یه بار پیام اعلیحضرت رو گوش کنید، پیام اولی حضرت رو گوش کنید، چهار تا از این شعارا رو گوش کنید، همچین قبراق بیاین بیرون، مثل موش نیاین بیرون، شیر بیاین بیرون. بابا لامصبا
مرد و زن ایرانی هستین شماها. یه دنیا رو شما خوابوندین 2500 سال تو این دنیا اسم ایران مونده. بابا یه کشوری رو نام ببرید 2500 سال اسمش رو تاریخ مونده. اصل دیگه اسلام چی بود؟ این چه گنده کسافتی بود که اینجوری گردن ما رو خوابون؟ ولش این کسافت رو گردنمون پاک کنیم، به کیسه بکشیم، کسافت از بدنمون بره بیرون. جناب مهندس لوت اومد بفرمایید پیام اولی حضرتو. میخواستم بهتون بگم که واقعا افتخار میکنم به شما هم میهنان، چه زنان، چه مردان، چه جوانان و گروه های مختلف، با تمام این سختی ها، با تمام فشار ها، شما با شجاعت و استقامت جلوی اینا ایستادید و روحیه قوی و امید آینده این اسلحه شماست در برابر اسلحه اونهایی که به شما حمله میکنن و این امیدو از دست ندین و مطمئن هستم که روزگار اینجوری نمیمونه. در ضمن میخواستم دفعه اوله که یه همچه حرفی رو میزنم به آقایون ارتش و سپاهیان و بسیجیان و قوای نظامی و انتظامی که اینهایی که در خیابان میان و زندگی بهتر، زندگی که واقعا باید لایقشون باشه میخوان، اینا خواهران، برادران، فرزندان، خانواده های شما هستند. شما فکر فرزندان خودتون و خانواده های خودتون رو بکنین که در فردای ایرانی آزاد بتونن با دوستی هم میهنان با هم صحبت کنن. اینو فراموش نکنید و الان موقعش هست که حس کردید که واقعا مردم زندگی بهتر و ایران بهتری رو میخوان. و اون چیزی که میخوام همیشه تکرار میکنم که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. خدا نگهدار همتون. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. خواستارا یه 7-8 دقیقه به حرف من گوش کنی. همینطوری میشنید پارازیت نزی رو برنامه من مردشون دستاتون رو ببرن. یه 4-5 دقیقه آدم باشید. آدم باید آدم باشه. مرد شور قیافه هاتون رو ببرن. من چند هزار سال دیگه میخواین عمر کنی؟ کور که نیستید. نگاه کنید چقدر دف شد از این ارازل و اوباش بغل دستتون. کو پدر طالقانی، گربه نره، بهشتی، خلخالی، رجایی، باهنر، صادق قدزاده رو اعدام کردن. بعد به شما رحم میکنن. اون سید کاظم چیچی مداری رو، شریعت مداری رو چالش کردن تو مسترا. واسه کی دارید آدم میکشید؟ بدبخت واسه چندرغاز. بسیجی احمق، پاسدار بیشعور، نیروی انتظامی خانوم فروش، مردی که الاغ، حیف الاغ. تو نمیخوای تو مملکت زندگی کنی؟ تو خیال کردی فردا این لایلجن های اجتماعی از ایران فرار کردن، تو بمیری تو رو میذارن بغل دستش با زن و بچه‌تون برید مثلا ببینید چی تو کالیفرنیا. آره تو بمیری. گذاشتم واسه سرکار بانو مریم کفایی برای تولد جناب وطنخواه و روح و روان پریای عزیز $100 از شمال کالیفرنیا. خیلی ازت سپاسگزارم بانو مریم کفایی همرزم عزیز ما، خیلی ازت سپاسگزارم. $100 لطف کردن. تا کی میخوان آدم بکشین؟ تو بچت فردا نمیخواد مدرسه بره؟ امشب رژیم عوض شد که میشه، که شک نکنید. چی در گوش شما خوندن؟ ما موندنی هستیم، دنیا پشت ماست. اینا رو واسه خاله خانباجیاتون میگن، دارن خرتون میکنن. واسه همین پالون انداختن رو دوشتون. فردا این آخوندا برن، تو پاسدار، توی که الان حزب اللهی هستی، تو محل تابلو شدی که چماق میذاری، نماز جمعه میری، چماق واسه اینا میکشی، شعار میدی، الله اکبر میگید، لبنان میری، روغن و برنج مفت میخوری. تو خیال میکنی همسایه تو نمیدونه تو حزب اللهی هستی؟ شما خیال میکنی تو محل، تو خیابون، تو شهر شناسایی نشدی؟ میدونی چند هزار عکس برای من اومده؟ چندش هم نشونتون میدم. تا توی سپاه چجوری بچا رفتن عکس برداری کردن، فیلم برداری کردن؟ با اسماتون، با شماره تلفناتون، با خونه هاتون، با آدرس خونه هاتون، بچه هاتون کجا مدرسه میرن؟ تا حالا چند صد نفرتون، من نمیام اینا رو بگم، چقدر شما پاسدار رو تو این 4-5 روز زدن نفله کردن؟ خود همین اراذل و اوباش که بنزن گردن مردم.
آخه بی شعور، تو فردا تو مملکت بچت نمیخواد بره مدرسه، زنت نمیخواد بره سر خیابون سبزی بخره، خودت نمیخواد تو مملکت کار کنی. شما خیال کردین تا کی میتوخای آدم بکشین؟ این همه شاه مملکت چقدر به شماها بگه؟ شهبانو به چه زبانی دیگه از این زبان ساده تر مثل یه مادر داره نصیحتتون میکنه. دست برداری سلاح زمین بذاری، مگه این بچه‌ای که تو خیابونن چی خواستن؟ مگه خواستن به ناموس شما تجاوز کنن؟ مردش رو قیافتون برن، انقدر مسلمون باشید، انقدر نماز بخونید تا تمام سوراخاتون دود بزنه بیرون. من این مردم چی خواستن؟ این مردم میگن بابا من حق زندگی دارم، بابا این نفت مال منه، این گاز مال منه، تو با نفت من، با گاز من، با طلای من، با تمام منابع زیرزمینی من داری حقوق میگیری. بی‌ناموسین، اون حقوقی که میبری میدی نون و پنیر و گوشت و کباب میذاری جلو زن و بچه، بی‌ناموسی، از هر گوشت خوک حرومتره. مردشون و قیافاتون رو ببرن، نون حروم داری به زن و بچه میدی بخورن، نون ظلمه این. اون بچه‌ای که اونجوری با باتون میزنی، بچه مردم رو بردین تو زندان دست و پاشو شکستین، به دختر مردم تجاوز کردی، این نون خوردن داره؟ بی شرفا که سلاح زمین بزنی برگردین به طرف ملت ایران میگی ملت ما رو ببخش، این ملت ملت رعوف شما رو میبخش، من نمیدونم کتکتون میزنن بازم دلشون به حالتون میسوزه. ببین چه بلایی سر مردم آوردین، ببین چه بلایی دارن سر ماشیناتون میارن، حالا خود دست اینا بیفته ببین چه جور جرو باجرتون کنن. به شرافت بشری سوگند دیگه حرف هیچ کسو گوش نمیکنن، نه حرف شهبانو رو، نه حرف الازاد رو. به خدا قسم وسط خیابون بنزین میریزن سرتون، آتیشتون میزنن. به خدا من اون صحنه رو دارم میبینم. بعد بلای سر ملت آوردین، بعد بلای سرتون میارن، دست بردارید از آدم کشی. بس دیگه اینقدر قتل و جنایت. 43 سال افتادید به جون ملت ایران، آخه به چه گناهی ما رو دارید میکشید؟ به چه گناهی، به چه جرمی ملت ایران دارید میکشید؟ بچه های وزارت اطلاعات، بی پدر و مادرها، این همه ترفند زدید، معصوم قمی ساختید، شرماور ساختی، محسن یادگارا ساختی، یکی لگن فروش دزد ساختی، پول فرستادید اینتر آشغال درست شد، اینتر زهرمار درست شد، جای دوست دشمن نشون دادید، آخر دیدید تقتون در اومد، آخر دیدید همه اینا دستشون رو شده واسه ملت، حالا دیدید اینا هیچ کس دیگه ملت دارن تر خورد نمیکنه. موسوی درست کردی، کروبی درست کردی، سردار شهروندگی درست کردی، محمد گارچی درست کردی، حسن هفخط درست کردی، محمود مشنگ درست کردی، هزار ترفند زدی، مهناز افشار رو فرستادین الان خارج از کشور، مهناز افشار برداشته چه تتوی زشتی کرده، پدر سوخته های بی شرف، ما دیگه خودمون شدیم قاپ قمارخونه، بی پدر و مادرها. مهران مدیری رو میاره اونجا عینک میزنه، برنامه های منو دیگه پخش کنی خفه بمیر در به داغونه در، یکی چسونی اطلاعاتی، اون یکی حروم لغمه بی سواد مثلا معلوم از کدوم پشکل آبادی، این پشتونه، نمیدونم چی چی تونه، توتونه، عادل فردوسی و پاشم از رو پاشو چه جستی هم میگیره، کسافت در به داغون تو کفش آقای بهمنش هم نمیشی تو روشنزاده، مردشون اون قیافت ببرن، خجالت بکشین، اطلاعاتی خاک بر اون سر بی‌ناموستون کنن. شما کجا میخواید تو کدوم سوراخی تو این کره زمین میخواید برید قایم بشی؟ کجا رو دارید که قایم بشی؟ کجا میخواید برید قایم بشی؟ کجا میخواید برید؟ کجا؟ کدوم کشوری تو این دنیا شما رو راه میده؟ کجا میخواید برید؟ گواتمالا؟ کجا میخواید برید؟ کاستاریکا؟ کجا برید؟ پاناما، کوبا؟ برید توی دریای کارائیب؟ کجا میخواید قایم بشی؟ به شرافت بشری سوگند سوزن بشین، برین تو اقیانوس منجمد شمالی میکشیمتون بیرون، همون بلایی رو به سرتون میاریم که به سر اونا بردید، رحمم بهتون نمی کنیم. خیال نکنید تا دقیقه 90 بگید ببخشید. چی رو ببخشیم؟ چی رو ببخشیم؟ ببخشیم که پدر مادرمون تجاوز کردید، ببخشیم بچهای مردم فرزین سر سطل آشغال، ببخشید ملت بزرگ ایران رو به فقر و فلاکت و بدبختی کشوندین، ببخشید که 43 سال این ملت نمیتونه بخنده، دپرس از در دیوار صورتشون میباره، همشون دپرس شدن، همشون ملت توهمی شدن، به سایه خودشون شک دارن، میرن بیرون همش این ور اون ور نگاه میکنن. بی‌ناموسا سیستم آلمان شرقی رو آوردین تو ایران، تو ایرانی که ملت از هر خونه بوی کباب میومد، از هر صد ایرانی 99 تاش داشت کباب میخورد، کارگرش اقلا یه دیزی میخور، بی شرف حالا این ملت ثروتمند رو بفرستی سر صد آشغال، ملت وانه دید. جوانای ایرانی اگه غیرت دارید که نشون دادید دارید، نشون دادید در سراسر ایران، اگه شرف دارید که نشون دادید شرف دارید، امون به این بی‌ناموسا ندید. تا 10:30 شب تو خیابونا میرید، تو خونه ها از ساعت 12:00 1:00 2:00 بعد از ظهر تو خیابونا،
هر روز ساعت 6 بعد از ظهر قرار بذاری تو میدونا دور هم دیگه جمع بشین، از 6 بعد از ظهر خار مادر اینا رو بیارین جلو چشاشون تا 10 شب، هر روز همین آش و همین کاسه، انقدر بزنیدشون، انقدر بهشون حمله کنید، مولوتوف کوکتل امونشون ندید، بندازی رو ماشیناشون، نزن ماشین اومد بیرون با چوب بزنش که مجبور بشه بشینه تو ماشین، زنده مردهشون رو بیارین جلوش، زنده زنده آتیششون بزنید، زنده زنده آتیشمون زدن، رحم نکنید بهشون. هر کس اومد گفت آخو خشونت آبی کرد، همشون بی‌ناموسن، همشون نشستن خارج از کشور با پول اکبر دزده، پول علی شیره‌ای، با پول شما ملت ایران اینجا با آب علوفه رسیدن، مردی که خونش 700 800 میلیون خونه و زندگی و شماره حسابش تو سوئیس و اتریش و لوکزامبورگ و موناکو و چوناکو بالای 600 700 میلیون دلار پول داره، مردی که هنوز لباس سفید می‌پوشه، قیافه علی گلابی و خوش میره، با اون دستای ناقصش میره با اون روسن برای شما چرت پرت میگه، همشون پدر سوختن، هم از توبره میخورن هم از آخور، اون زنی که الاغ ماهی هم از دربار شاهنشاهی خورد هم از آخور آخوند خورد، رحم بهشون نکنید، اینا بی‌رحم‌ترین بی‌شرف‌ترین مزدورترین حروم لقمه‌ترین حرامان به ملت ایرانه. گوش کنه بهتون چی میگم، من الکی نمیدم اینا رو بهتون بگم، من منو سننه آب از سر من گذاشت، من همین الانم بیام ایران چی میشه، به چی میخوام برسم، میخوام چی بشم تو ایران، هیچی، با برم سر خاک پدر مادرم کلامو بکنم رو سنگ قبر اونا که دیگه ندیدمشون. پس من اینجا برای خودم هرس و جوش نمیزنم، ایرانو دیگه نبینم، خب نبینم، مثلا الان من 35 سال ندیدم چی شده، اون نبینم 35 سال دیگه اصلا تا آخر عمرم نبینم، خب نبینم، به فکر شما هم دلم برای شما ها میسوزه، رحم کنید به خودتون. از فامیل بگم حضورتون مرخص بشیم، دوشنبه نیام اینجا بشینم پکرم کنید، حالمو نگیرید، حالمو بگیرید، من به همه میهن پرستان میگم حالتون رو بگیرن، به شرافتم با پاشارایم وای میسم که بچهای مبارز بکشن از این مبارزه کنار، به روح مادر پدرم راست میگم جلو دوربینم دارم میگم، 5 سال واسهتون اعصاب گذاشتم، 5 سال بعد بلاهای سرم اومده، 5 سال هر بیناموسی یا گرد را رسید من فوش خار مادر داده، ولی به خاطر شما وایسادم، مرد و مردونه پا حرفتون وایسین، ایرانو با آتش بکشین تا این بیناموسا برن، بچهای پاوه با پرچم کاریتون نباشه، میره پرچم وردنید بزنید سر و صورت پاسدار رو بیارین پایین، بچهای کرموشا تکون بخورید، آذربایجان دوشنبه ما رو روسفید کنید، بچهای لرستان و آذربایجان. اسامی رو بگم حضورتون مرخص بشین، با سپاس جناب مهندس سیاوش گرامی، آقای مهندس اگر وقت بود طبق معمول اون چیز مهسا رو لطف کنید پخش کنید، روان شاد، جوان 22 ساله رو کردن سینه خواد، مادرش فامیلش، چرا به چه جرمی، امیدوارم خون این جوان ها بگیرتتون اگر خدایی هست. آقای امین 200 دلار سپاس از شما، شعار نمید آقای روبرت همرزم عزیز ما جان نثار خاندان پهلوی از شیکاگو 100 دلار با جاوید شاد، دست درد نکنه روبرت عزیز ما. آقای محسن هم از انگلیس 50 پوند برای تولد جناب وطنخواه و روان پریای عزیز، دست آقا محسن از انگلیس درد نکنه 50 پوند و روبرت عزیز ما هم 100 دلار، دست گلتون درد نکنه. اسامی رو بگیم از حضورتون مرخص بشیم. آقای امین 200 دلار سپاس از شما، شعار نویس 20 دلار سپاس از شما، شیر مازندران 20 دلار سپاس از شما، کیان از استوکهلم 50 دلار سپاس از شما، سرباز دور از وطن 50 دلار سپاس از شما، اسد آلمان 30 دلار سپاس از شما، بانو شوکت 10 دلار سپاس از شما، بانو گیتی ر 50 دلار سپاس از شما، بانو پروین غفاری 20 دلار سپاس از شما، شقایق کوروش 150 دلار سپاس از شما، شاهی و پری 208 دلار سپاس از شما، بانو فضیلم که 50 دلار ماهیانه اضافه کردن، دست گلش درد نکنه، بانو شهناز سعید 150 دلار سپاس از شما، فرامرز عزیز ما 100 دلار دست درد نکنه، بانو پروین بیگلری هم 100 دلار سپاس از شما، آقای آلن از لس آنجلس 100 دلار سپاس از شما، رخش پهلوی 310 دلار سپاس از شما، زهره و رضا آلمان 20 دلار سپاس از شما، بانو الی لندن 100 دلار سپاس از شما، بانو فریبا دانمارک 50 دلار سپاس از شما، سام پیروزی از بلژیک 25 یورو سپاس از سام عزیز، آقای بردیا 50 دلار سپاس از شما،
ایرانی کرد کلدانی میهن پرست. 100 دلار سپاس از تو بانو مریم کفایی عزیز، امام شمال کالیفرنیا. 100 دلار سپاس از بانو مریم کفایی عزیز. آقا محسنم از انگلیس 50 پوند سپاس از شما. و روبرت عزیز ما هم از شیکاگو 100 دلار. دست گل همتون درد نکنه، ایول دادید، دمتون گرم، ادامه بدید، سنگر نگه دارید، کار داریم. بچه های لرستان، بچه های آذربایجان، بچه های کرمانشاه، بچه های خوزستان، بچه های گنبد کاووس، دوشنبه میخوام ازتون اینجا فیلم نشون بدم ها. میخوام نشون بدم رضای تبریز، اردبیل، میخوام نشون بدم خرم آباد، درود، علی گودرز، میخوام نشون بدم یاسوج و شهر کردو، میخوام نشون بدم ایزه و اهواز و دسفول و سونسنگرد و آبادان و خرمشهر، بچه های زاهدان، بچه های زابل، ایول، دم همتون گرم، گل کاشتید، بچه ها متشکریم، بچه ها متشکریم، بچه ها حمله کنید، بچه ها حمله کنید، بچه ها حمله کنید، بچه ها حمله کنید، با جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم، ما زن و مرد جنگیم، ما بچه های جنگیم، علی شیره ای بیناموس، به جنگ تا به جنگیم، پاینده ایران جاوید شاه.